انفجار در کابل و کشته شدن فرد دوم شاخه خراسان گروه داعش در بلخ. پس از روی کار آمدن امارات اسلامی در افغانستان، کشورهای جهان همواره از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن عراس‌افگانان هشدار داده و حضور گروه‌های عراس‌افغان در خاک افغانستان را تهدید برای کشورهای دور و نزدیک کشور عنوان کردند. اما امارات اسلامی در واکنش به نگرانی‌های جهان همواره گفته که جنگ در افغانستان پایان یافته و اجازه استفاده خاک افغانستان بر علیه کشورهای منطقه و جهان را نخواهد داد. در همین حال مقامات امارات اسلامی از کشته شدن فرد شماره دوی گروه داعش در افغانستان خبر داده. در سوی دیگر اما منابع از انفجار در نزدیکی وزارت خارجه خبر داده، اما از نوعیت و تلفات این رویداد جزئیات در دست نیست. اما پرسش اساسی این است کشته شدن فرد شماره دوی شاخه خراسان داعش چقدر روی تغییر وضعیت امنیتی در کشور اثر خواهد گذاشت؟ آیا افغانستان تهدید برای کشورهای منطقه است؟ اگر بله، پس مسئولیت امارات اسلامی در قبال وضعیت پیش آمده چیست؟ و از همه مهمتر اینکه فعالیت گروه داعش به چه پیمان است در کشور و داعش چقدر تهدید جدی برای افغانستان و کشورهای منطقه است؟ این پرسش و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث خواهم پرسید. مهمانان شریک در بحث: آقای عزیز سانگزای، آقای مسائل سیاسی، آقای احمد سرور، دیپلمات پیشین، و همچنان آقای نثار احمد شیرزای، آقای مسائل سیاسی. سلام، من هدایت شیرزاد هستم و شما بیننده برنامه افغانستان 1400 از تلویزیون یک هستین. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. اجازه بدین آقای سانگزای که بحث را با شما آغاز کنم. باز هم انفجار، واقعا چرا افغانستان پس از روی کار آمدن امارات اسلامی همچنان گواه رویدادهای ضد امنیت در افغانستان است؟ نخست در قسمت انفجار با شما بگم که ما با انفجارات و انتحارات از قبل آشنایی داریم، بلدیت داریم. مردم افغانستان همیشه قربانی دادن، نه تنها افغانستان بلکه در تمام دنیای پیشرفته هم جلوی همچون جرایم گرفته نمیشه. ما باید به بسیار این به شکل بزرگنمایی جلوه نتیم. خب انفجار شد، یکی دو سه کشته و زخمی داد طبعا، اما با او پیمانی که در گذشته روزانه 400 تابوت ساخته می شد و روزانه به مقبالای مکاتب و شفاخانه ها و کجا و کجا عملیات صورت می گرفت، با او شکل نیست، جلبش گرفته شده و در قسمت کشف و دیزگیری فایلین قضایای مختلف جنایی اندرکاران امور همیشه مسئولیت های خود با وجه احسنش ادا نمودن تا جایی که ما میبینیم. آمدیم سر مسئله داعش. داعش یک پدیده است که امروز در افغانستان با وجود نامده، از مدت ها قبل در افغانستان فعالیت داشت. برعلاوه داعش چندین گروه دیگه هم فعالیت داشت، اما برتان صادقانه بگویم که امروز و کشورهای هستند که در قسمت داعش بزرگ نمایی میکنن. شما دیدین که یک نفر دوم شاخه خراسان در بلخ کشته شده. با همین طور ما همیشه از طریق رسانه ها یا مطبوعات میشنویم که در هر نقطه از افغانستان که داعش حضور داره با در قسمت از اون عملیات شروع عملیات میکنه حکومت و آنها را از پای در می آورند. ولی کشورهایی که در این مورد تشویش دارند و یا می خواهند که داعش بسیار به شکل بزرگش در اینجا جلوه بتن، اونا اهداف خاصی دارند، می خواهند که تا از با استفاده از نام داعش در افغانستان بالای حکومت فعلی فشارهایی را وضع بکنند تا آن چی خواستهایشان است. اما تا همکاری منطقوی، همکاری فرا منطقوی و جهانی نباشه ممکن نیست که خب حضور گروه های عراس‌افغان در افغانستان شما میپذیرین خیر؟ بله، به او پیمانی که سابق بوده ما تنها در افغانستان، در بیشترین ممالک دنیا میپذیریم. پس عملات اخیری که امروز هم ما شاهدش بودیم و روزهای گذشته هم شاهد بودیم که ولایت های مختلف افغانستان شاهد رویدادهای ضد امنیت بوده، فکر میکنین که واقعا برنامه ریزی همچون عملات و تمویل همچون عملات از چه جانبی میشه واقعا؟ ببینید کشورهای همسایه ما، مخصوصا دو کشور که در طول 43 سال در ویرانی ها با کشتار افغانستان دستان باز داشتن، ولی خوشبختانه امروز او دو کشور توانایی ازیره نداره که همچون مداخلاتی که در گذشته میکردن آلی مداخله بکنن. ما برتان واضح بگویم که پاکستان امروز توانمندی ازیره نداره، شاید همچون عملات هست، ولی همون توفالی داعش که باقی مانده امروز در افغانستان و شما شاهد هستین که علیه از اونها هم حکومت
اقدامات را کردن، ولی باز هم با تاسف بگویم که دنیا همکاری نمیکنه با حکومت در قسمت قلعه و قمه داعش. به اونا معلوم است لانه‌هایش، با استخبارات پاکستان مکمل معلوم است، با کشورهای بزرگی که در طول 20 سال در اینجا حضور داشتن یا به چه شکلی از انواع در اینجا انوال بودن در مسائل افغانستان، برای از اونا معلوم است. اونا دزده میگه برو در کادان در صاحب خانه را میگه دزده پیدا کن که در کجاست. کل مردم معلوم است که داعش امروز با او پیمانی که در گذشته عملیات میکرد نمیکنن و استایسته. من فکر میکنم وضعیت دیگر هم خوب و نرمال خواهد شد. سپاسگزارم. با شما دوباره برمیگردیم. آقای سرور، شما را مبس خوش آمدید میگم. قسمی که شما هم به جریان هستین، امارت اسلامی پس از روی کار آمدن در افغانستان اعلام کرد که جنگ در افغانستان پایان یافته و امنیت در تمام این نقاط افغانستان تامین است. خوب حالا امروز هم ما شاهد بودیم که کابل گواه حملات انفجاری بوده. فکر میکنین که واقعا این حملات از چه جانب است؟ بله، با عرض سلام به شما و مهمانان شما و همچنین بیننده ها و تسلیت به فامیل قربانیان امروز وزارت خارجه و زخمی را خداوند شفا بده. بله، این حادثه را من هم شنیدم و البته این حوادث میتونه که یک ترس و حراس و پریشانی و وارخطایی را در بین مردم کابل یا در مزار یا در هر شهر که اتفاق بیفته وارد بکنه. جس که مردم بیگناه را شما قربان بسازید کدام فایده برای اونا نمیرسن، اما میتونه که ترس را حاکم بسازه، یک حالت پریشانی را بیاره و کارهای توریستا و اینا همیشه یکی از اهدافشان می باشه که در یک جای ترس را ایجاد بکنن و اینا را بر ضد دولت بشورانن. خب امکان داره که اینا در مخالفت با امارات اسلامی به یک همچنین چیزهایی دست بزنن، ولی امروز صحبت هایی که سنگلس کردن اشاره کردن که کشورها 20 سال در افغانستان بودن و اینا امکان داره که به خوبی آگاهی داشته باشن که داعش در کجا هست، داعش چطور به افغانستان آمد و چطور کی از اینها حمایت میکنه و در کجاهای افغانستان اینا بودن. این داعش یا دولت اسلامی عراق و شام که در سال 1999 تشکیل شد از طرف یک نفر اردنی از شاخهای خود القاعده هست که بعدا القاعده جدا شد و اولین بار اینا آمدن در قسمت های کنر و نورستان افغانستان و از ایچه به طرف کجکی و هلمند و بالاخره به طرف شمال افغانستان رفتن و اسم خود را هم داعش خراسان گذاشتن. اوی گذاشتن اسم خراسان که اینا میخواین او را احیا بسازن میتونه که دلیل داشته باشه. و دیگر در اوجه اوغورها بودن، چچنیا هستن، مخالفین تاجیکستان هستن و داعشی ها یک رادیو هم در قسمت جلال آباد داشتن اینا در شرق افغانستان. باید که قسمی که آقای استنگزی گفت، دولت ها و خصوص امریکا که در اونجا بود و آقای خلیلزاد که ابراز خوشنودی میکنه از کشته شدن چند نفر از رهبری از اینا از طرف امارات اسلامی، او وقت تمام قدرت افغانستان به دست شخص آقای خلیلزاد. آقای خلیلزاد هم جوابگو هستند، امریکا هم جوابگو هست که اینا در کجا هست. وقتی الزواهری رو ببینیم که در وسط شهر کابل میفهمه که کدام ساحت کدام دقیقه این میخواه که برای به تراس خانه خود باد از اینا هدف قرار بدن، پس از موجودیت 6000 داعشی که ملل متحد چند هفته قبل ادعا کرد که در افغانستان است، اینا باید خبر باشه. و یک گزارش دیگه که از طرف ملل متحد بود، شما حتما از آگاهی دارید که در 34 ولایت افغانستان در 25 ولایت افغانستان داعش وجود داره. داعش نه تنها یک خطر جهانی و اینا یک گروه بسیار افراطی اسلامی توریست. خب آقای سرور، پرسش مهم و مطرح میشه که امارت اسلامی در یک سال و 8 ماه همواره حضور گروه های عرب افغان در خاک افغانستان را نپذیرفته و گفته که ما اجازه استفاده خاک افغانستان بر علیه کشورها و همچنان بر علیه خود افغانستان را نخواهیم داد. خب حالا اگر گروه عرب افغان در افغانستان حضور نداره و آنچنانی فعالیت نداره، پس عملاتی که انجام میشه در افغانستان واقعا کار چه کسانی است؟ خب همین چند دقیقه پیشتر آقای سنگزه اشاره کردن که گروه های افراطی تروریست در افغانستان هم هست، مثل هر جایی گفتن، مثل هر جایی. ولی من بر شما خب پرسش مهم همی است که اما مقامات حاکم در افغانستان گروه های افراطی را در افغانستان حضورشان را نمیپذیرند. خب اینا اینا نپذیرن، ولی وقتی که همین دو سه روز پیشتر شما دیدیم که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از موجودیت گروه های افراطی
تروریست در افغانستان یاد کرد و حتی آل پاکستان خطر احساس میکنه و چند وقت قبل هم وزیر دفاعشان با رئیس استخباراتشان در کابل به خصوص سر صحبت سر مسئله تروریسم در افغانستان و بعد از عراق و سوریه افغانستان که امروز متاسفانه ما یک اردوی منظم نداریم، یک پلیس منظم نداریم، افراد تربیت شده برای مبارزه با تروریسم نداریم، میتونه که یک محل امن باشه. اما عقب از این دستای سیاه در افغانستان کی است؟ این بسیار مهم است. مثلا امیالمی سه نفره که از بین برده شده و گفته شده که بسیار اشخاص با اهمیت هستند و مهم بودند، پس در منزل از اینا در جایی که اینا زندگی میکردن حتما در اوج اینا محافظین داشتن، محافظین از اینا کجا هستند، دستگیر شدن، دستگیر نشدن و همچنین باید که اسناد در از اوج به دست آمده باشه که نشان بده که اینا کی هستند. امارت اسلامی افغانستان باید این اسناد را به دست آورده، باید افشا بسازه. چهرهای از اینا را باید افشا بسازه که بر مردم افغانستان که بخوامن که اینا کی هستند. قربانی های از اینا کلش مردم بیگناه هستند. دخترای مکتب همین چند روز پیشتر ببینید مکاتب را اینا منفجر کردن، تکایا را منفجر میکنن، شفاخانه را منفجر میکنن. اینا اگر میخواین که در مقابل ادیان دیگر باشه که اینا همش مردمای مسلمان بودن، اهل تشیع، برادرای اهل تشیع ما، اینا هر روز به تکایاشون و مکاتبشون حمله میکنن و کشته میشه و از بین میره. پس باید که دنبال بازی های دیگه باشه که این نه تنها برای مردم افغانستان یک خطر است، برای مردم منطقه در خطر است، بلکه یک خطر بزرگ بر خود امارات اسلامی است. چون این مسئله هست که نمیتونه که تا وقتی که ناز بین نره کسی اینا رو به رسمیت بشناسه. سپاسگزارم. با شما دوباره برمیگردیم، اما پیش از آن میان مردم در ادامه برنامه افغانستان 14 صدق شرطه شما رو من بس خوش آمدید میگم. کارکرد امارات اسلامی را در قبال امنیت در افغانستان در یک سال و 8 ماه شما چگونه میبینین؟ امروز هم ما شاهد انفجار بودیم در کابل. جناب شهرزاد صاحب عزیز، ابتدا به خدمت خودت و میمونای برنامه و کارهای تکنیکی شما درود و حرمت و برای ملت رنجده افغانستان که از 43 سال به این طرف شکار اینمی ناامنی هستند و رنجش میبرند، بر از اونا درود و حرمت و به کسانی که در یاد سیم رو جانای خود از دست دادن و زخمی شده تسلیت میگم. باعثی که مردم افغانستان از شنیدن پیام های تسلیت میدانم که کاملا خسته شده. ببینید از تقریبا 20 ماه به این طرف طالبا وقتی که به افغانستان آمده طالبا این توانایی رو نداشتن که امنیت در افغانستان تأمین کنند. وقتی که در انفجارات یا عملات انتحاری نامی از داعش برده میشه، سخنان ذبیح الله مجاهد، متقی و سران طالب به ذهن انسان خطور میکنه که اینا بار بار رد کردن از یک طرف که در افغانستان داعش وجود نداره، در افغانستان داعش نیست. اما هر گاهی که عملات میشه دوباره اینمی عملات به نام داعش یاد میشه. در 20 سال گذشته هر عملی که در افغانستان صورت میگرفت طالبا به بوده میگرفت. همه حالی که طالبا در قدرت است نام از داعش استفاده میشه. من احساس میکنم شهرزاد صاحب عزیز که اختلافات ذات البینی بین خود طالبا یک طرف، موجودیت 23 گروه تروریستی که ملل متحد هم تایید کرده در افغانستان، ای از کنترل طالبا نیست. به خاطر که طالبا یک دستگاه استخباراتی قوی ندارن، طالبا تمام اقوام افغانستان در قدرت سهیم نساختند تا به شکل جمعی آقای اتفاق به خاطر تمام شما به جریان است. امارات اسلامی پس از روی کار آمدن در افغانستان همواره اعلام داشته که جنگ در افغانستان پایان یافته و همچنان امنیت در تمام نقاط افغانستان تامین است. همچنان صحبت های مهمانان گرامی را شنیدین که گفتن که وضعیت امنیتی در مقایسه با سالهای گذشته در افغانستان بهبود آنچنانی داشته. از همین 20 ماه به این طرف وقتی که اینا اعلان میکنن که جنگ به پایان رسیده، خب درست است در 20 سال یک طرف بزرگ مناظره همین مشکل افغانستان طالبا بود، اینا حال خودشان در قدرت است. حالا دیگر روز 400-500 تابوت ضرورت نیست که ما جور کنیم، الحمدلله یک موضوع ختم شد. همه شاهدی از این هستیم که در مکاتب، مدارس، دانشگاه ها، شفاخانه ها، در مراکز تجمع مردم همواره اینمونطور انتحاری و انفجار صورت گرفت. شما ببین مردم بلخ شاهد هستند که اکثرا در بلخ انفجارات شده یا مردم ها اگر اونجا محکمه های سرایی شده به نام داعش یاد شدن. اینمی اختلافات خود هم اینا به نام داعش، چون داعش یک کلمه بدنام است. در این زمان
حکام امریکا یا استخبارات بزرگ به خاطر ایراس افغانی برای جمهوری های آسیای میانه نام داعش در افغانستان بزرگ میخواین جلوه بده. اونجا برنامه انتخاباتی امریکا است. وقتی که زلمه خلیلزاد با عالم عالم چالش افغانستان مواجه ساختن با یک سیاست خام فرار نامردانیشان افغانستان با چالش ماندن، هزارها چالش در افغانستان میبینن، اینا یک سخن نمیگن، اما اگر یک انفجار میشد دوباره میان اینا حاضر میشن بر رسانه و صحبت از داعش میکنن. مقصد صحبت های خلیلزاد یا سران امریکا از موضوع داعش است تا داعش یک پروژه بسیار قوی جلوه بتن، واسه که گفته خود طالب اینجا داعشی وجود نداره. از این برنامه یا از این خطر داعش جمهوری های آسیای میانه رو میخواهد که به ایراز بیاندازه و آماده شون یا ترریزی میکنن برای شما قبلا نظر شدین که ملل متحد از حضور 23 گروه حراز افغان در افغانستان خبر داده و همواره ابراز نگرانی میکنه، اما در سوی دیگر مقامات حاکم در افغانستان همواره رد میکنن حضور گروه های حراز افغان را در افغانستان و اگر و همچنان میافزاین که اگر گروه در افغانستان حضور داره پس خوب است که مقامات سازمان ملل سند به خاطر حضورشان در افغانستان بر مقامات کنونی ارائه کنند. ببین من با سخنهای خلیلزاد و همین گزارش های سازمان ملل بسیار علاقمند نیستم، بسیار اهمیت هم نمیتونم، چون هر آن چیز را که سازمان ملل از آدرس سازمان ملل نشر میشه همش ساخته بافتی و نمو استخبارات بزرگ است. اگر چنین است، اگر ملل متحد هم میفهمه که همینجا 23 گروه تروریستی است، پولی را که به طالبا روان میکنن باید تصویر بفهمن که این پول کجا میره. چگونه از یک طرف شما اعلان میکنید که در افغانستان 23 گروه تروریستی است، افغانستان همه طالبا را به رسمیت نمیشناسین، هر روز نگرانی دارن، هر روز اعلامیه صادر میکنن، در کنار از این هر هفته پولای انگفت به طالبا روان میکنن. اگر اینجا به این شکل که اونا ادعا میکنن خطرناک از گروه توریستی، پس جفای بزرگ به حق ملت افغانستان میکنن، در عوض از اینکه باید یک راه حل منطقی را برای ملت افغانستان و با همون سیاست های خامی را که اینا ناکام ماندن و مردم افغانستان با عالم چالش کشیدن کار اساسی کنن، در این زمان پول های زیاد روان میکنه که یقینا یک جفای بزرگ به حق مردم. با شما دوباره برمیگردیم آقای شیرزایی. آقای سونگزایی، زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین آمریکا هم در امور افغانستان در واکنش به کشته شدن سه مقام داعش در افغانستان واکنش داشته و گفته اگر این مورد تایید شود این شکست بزرگ داعش در افغانستان است و همچنان گفته که تامین مواد توافقنامه دوحه از اسلحه‌ای است که در میان مقامات آمریکایی و همچنان مقامات حاکم در افغانستان رد و بدل شده. فکر می‌کنین که واقعاً کشته شدن اعضای داعش در افغانستان بر تامین مواد توافقنامه دوحه اثر خواهد گذاشت یا خیر؟ تماماً ایراد یک از ممالکی که در مسائل افغانستان دخیل هستند همین بود که در داعش و گروه‌هایی که علیه او کشورها تهدید است باید امارت اسلامی در قسمت قلع و قمی از او گرفتاری از او اقدام بکنه. ما در قسمت استخبارات امارت اسلامی واقعا متعجب هستم که استخبارات بسیار قوی دارن و با کمیت کم و کیفیت عالی و پولی که به افغانستان میاد ببینید ده ها هزار نظامی سر از او مصرف میشه، مامورین ملکی و نظامی است، زیر ساخته است. ما روز میبینیم که اینا کار میکنن زیر ساخته را، اینا به شکل اساسی جور میکنن دیگه، این پول دمی مصرف میشه. ولی خوشبختانه که دزدی در بین طالب نیست. ایره ما از ترس طالب نمیگم که برای اینجشتیم از طالب میترسم، نه کدام گپی، اما کل دنیا ما روز که اینا دزدی نمیکنن پول و کلانترین گپ همی است. آمدیم سر حرفای خلیلزاد، واقعا این یک گام مثبت در راه ازی است که با جهان تعامل از اینا سری شود. مکاتب هم اونا ایراد میگیرن، مکاتب و این مسائل پانتون و حقوق خانم را یا حل میشه. امیال هم کمیسون ها جریان داره کار میکنه سر موضوع مکاتب و یک چی وقت باز میشه، اما باز میشه. اینا نگفتن که ما قطعا مکاتب بسدود و دختر حق تعلیم نداره. شما میشنم این حرفایشان، اما مشکلات را دارن. و در قسمت حرفای خلیلزاد باید همی به توافقنامه‌ای که در دو صورت گرفته، ما دیشب هم در یکی از رسانه ها گفتم که باید همو مواد موافقتنامه باید
نکته نه به نکته تعقیب شود از طرف هر دو جانب، کدام نارسایی که در بین حکومت است یا از طرف امریکایی ها صورت گرفته او باید جایش خالی نمانه تا این که تعاملات بیشتر و خوبتر شود و رابطه نزدیک شود و اون یک تار که هست اونمو فاصله خود کوتاه کنه بایر از اینا، که من به این قسمتم باور مهمی است که ممالک بزرگ افغانستان را به رسمیت میشناسه و به تعقیب از اون ممالک خرد و ریزی که هست اینا هم شاید پس نمانن از این پروگرام و اینا به رسمیت شناخته شون. بخاطر از واقعا سرگزی چند قبل آمریکا اعلام داشت که ایمن الظواهری رهبر القاعده را در افغانستان هم مجامله قرار داده، اما مقامات حاکم در افغانستان کشته شدن ایمن الظواهری در کابل را رد کردند و آمریکا در سوی دیگرش مقامات حاکم در افغانستان را مرتکب نقض مواد توافقنامه دوحه کرد. فکر میکنین که واقعا اگر هم چون وضعیت ادامه پیدا کنه آینده چه خواهد بود؟ یک کشوری که تازه به استقلال رسیده به رسمیت هنوز شناخته نشده، وضعیت مالیشان ضعیف است و در چنین شرایط اگر ایمن الظواهری هم در اینجا بوده باشه کار استخبارات منطقه است و استخبارات دنیا است و فکر میکنم راستی هم طالبان در قسمت خبر نداشتن و ندارن، همیال هم امو کسی که در امو جذبه این رفته دینی از او در اینجا تثبیت نشده که امی آدم بود نبود. خب در هر کشور چنین واقعات میشه، ما اسامه بن لادن دیدیم که در بغل گوش استخبارات پاکستان به قتل رسید. خب فکر نمیکنین عدم آگاهی مقامات امارت اسلامی از حضور ایمن الظواهری در کابل یک خلای امنیتی ایجاد میکنه؟ برادر 43 سال جنگ در افغانستان تیر شده، در افغانستان بیش از امارت اسلامی اعلام داشت که جنگ در افغانستان پایان یافته، بیش از 8 ماه بیش از چندین چند مملکت در اینجا حضور داشت، چندین مملکت در اینجا دسترسی داره. ما دیگه قدر باید ما چیز از امارت اسلامی در طول یک قدر مدت نخواهیم که عجل باید تمام مسائل حل شد و هیچ چیزی نباشه. بله جنگ خاتمه پیدا کرده، در کجا جنگ است؟ شما نشان بدین جنگ همون یک مشت فرایایی که افغانستان چور کردن و گودال بدبختی برابر کردن، یک تعدادش به ای صفت میدیای ممالک بیگانه مزدوری میکنن، یک تعدادش در کوه ها بودن همین بدماشا و دوزایی که بود در میجه میگشتن در کارتیپاران کجا کجا هم فرار کردن. خب حالا دیگه جنگ در کجاست؟ کجاست جنگ؟ با تغییر روی کرد مقامات چرا وضعیت بر مردم افغانستان و شهروندان افغانستان تغییر نکردن؟ تغییر چی کنه دیگه؟ در طول 18 ماه ببینین وضعیت افغانستان که چقدر امنیت آمده. برین شما در یک نفر پاری روز میگه که ما رفتم در کنر که فامیلیم در کجا و کجا در کنر گشتیم. تو در کنر گشته میدانیستی؟ هنده یک سال پیش دو سال پیش گشته میدانیستی؟ در تمام افغانستان مردم شب و روز در سفر است برادر. یه واقعاتی که در افغانستان گان آگاه صورت میگیره یه تمام دنیا است. ما بو روزم گفتم در خود امریکا در یک مکتب یک نفر میدره 40 نفر شاگرد میکوشه دیگه. ولی خب این خود نمیشه که جلب تمام جرایم در تمام دنیا گرفته شو باز با این حالتی که افغانستان داره. آیسته آیسته خوب میشه، ما همه چیزا تعقیب میکنیم که باید آیسته آیسته تمام مسائل عمل شوه، بهتر شوه، به رسمیت شناخته شوه و غیر از اینمی امارت اسلامی که امروز برای مردم خدمات عرضه میکنه اینا بدیل ندارن. اگه شما هم چهار تا دوز و فراری و همو وطن فروش اگه میگین که بدیلی از یاست اونا را نه افغانستان مردم افغانستان قبول میکنه نه دنیا، و اگه دنیا قبولشان میکنه بالای از اونا سرمایه گذاری کردن کسی پاکستان سر کسی ایران و روسیه و کجا. اما باید واقعیت ها را پنهان نکنیم. تشکر. با شما دوباره برمیگردیم، اما پیش از آن میان مردمی کوتاه. در ادامه برنامه افغانستان 1400 آقای سرور، در یک سال و 8 ماه ما شاهد بودیم که کشورها همواره از آدرس‌های مختلف نگرانیشان را از حضور گروه‌های ارسافغان در خاک افغانستان ابراز کردند. فکر می‌کنین که حالا با وصف از اینکه امارت اسلامی اعلام می‌کنه که هیچ گروهی ارسافغان در خاک افغانستان حضور نداره، واقعا چی مشکلی ایجاد داره و منشأ نگرانی‌های گروه‌های و کشورهای جهان چی است واقعا؟ اول خوب باید عرض کنم که کشورهایی که ادعا میکنن که در داخل افغانستان گروه های توریستی وجود داره و او نه تنها منطقه بلکه جهان بیرونی یا فرض کنیم که امریکا را هم تهدید میکنن، چنانچه که از جنرال های امریکایی همین هفته اعلان کردن که داعش خراسان
فعلا به او حدی از قدرت خود رسیده که در 6 ماه آینده حملات خود را به خارج از مرزهای افغانستان و حتی به اروپا و امریکا هم صادر خواهد کرد. وقتی که یک همچین ادعای را اینا میکنن، اینا باید به امارات اسلامی دقیق بگویند که از کجا این اطلاعات را به دست آوردن. بالاخره این داعشی که در داخل افغانستان این قدرت را به دست آورده که تا 6 ماه آینده عملات خود را خارج از مرزها آغاز بکنن، حتما اینجا جای برای ترینینگ دارن، اینا حتما اردوگاه‌های باید داشته باشن، اینا باید سلاح‌های را به دست خود داشته باشن. اینا کدام مرجع تمویل میشن، کدام مرجع تسلیم میشن و کی اینا را تجهیز میکنن؟ اگر این اطلاعات را سازمان استخبارات امریکا یا دیگر کشورها داره، باید که در اختیار امارات اسلامی دقیق مستند قرار بدن و ببینن که امارات اسلامی در قبال از این اطلاعات چی سیاست را اتخاذ میکنه، میخواهی مقابله بکنه یا ایست که اصلا چشم خود را پت میکنه از یک جانب. از جانب دیگر در 1 سال و 8 ماهی که در اینجا شده، امارت اسلامی اگر انکار میکنن، اما ما شاهد انفجارات هر روز هستیم. این انفجارات نمیتونه که به عنوان یک انفجارات عادی باشه. و سفارت روسیه حمله شد، به متخصصین چینایی حمله شد، متخصصین چینایی و سفارت روسیه را نمیتونه که مردمای عادی باشه. اینا باید به اهداف خاصی به اینجا حمله کرده باشن. به تکایا حمله میشه، چرا به تکیه؟ به مساجد حمله میشه، به اینا. اینا متاسفانه این هنوز وجود داره و هنوز ما یک دولت سرپرست داریم، متاسفانه یک دولتی که منظم باشه، یک دولتی که قانونی باشه، یک دولتی که مشروعیت کامل داشته باشه از طرف ملت افغانستان، متاسفانه نیست و این وقت زمان میخواد. خب آقای سرور، صحبت های آقای سنگزی را شما هم شنیدین که گفتن در چندین دهه گذشته در افغانستان جنگ بوده و کشورهای مختلف دست‌درازی داشتن در موارد مرتبط به افغانستان و باید که به مقامات حاکم در افغانستان فرصت داده شود تا در قسمت تامین امنیت بیشتر کار کنند. متقن صحبت های آقای سنگزی درست است، متاسفانه که افغانستان با بیش اما آقای سرور فکر نمیکنین که 1 سال و 8 ماه یک فرصت بزرگ است؟ کاملا درست است، حرف شما هم درست است. امیر میخواستم بگویم که حرف آقای سنگزی درست است که این کشور مدت بیش از 40 سال تحت اشغال بوده، روزها بودن، بعدش مجاهدین که آمدن اینا کشتار که در بین خود کردن و مردم کابل را کشتار کردن، بعدش هم به پاکستانی آمدن در افغانستان چند سال حاکم بودن، بعدش امریکایی آمدن حاکم شدن در افغانستان. هیچ اشغالگر نشده که کشور را اشغال بکنه و به نفع کشور کار بکنه. اینو کاملا ما قبول داریم و یقینا که اینا هر کدام به خصوص در 20 سال آخر 49 کشور با 49 سازمان استخباراتی بسیار مجهز و قوی خود در داخل افغانستان حضور داشتن که من یقین دارم که اینا به سادگی از افغانستان خارج نشدن و نخواهد هم شدن. بنابراین وظیفه امارت اسلامی بسیار وظیفه خطیر و بزرگ است و امروز مسئولیت حفظ جان اتباعی افغانستان در مجموع به دوش امارت اسلامی افغانستان است و امارت اسلامی فقط میتونه که با یک ایجاد یک دولت منظم، اردوی منظم، پلیس منظم، استخبارات منظم، اشخاصی که در مقابل همچنین تروریسم و دیگر اعمال تخریبی اینا آموزش دیده باشن مبارزه کنه با یک همچنین تروریسم در داخل افغانستان. ولی ما میبینیم که امارت اسلامی فقط تاکید داره که این چیز در اینجا وجود نداره، در حالی که نمیتونه که این همه کشورها که بوده، کشورهای همسایه ما، حتی کشور پاکستان که دوست امارت اسلامی و طالب ها هست و طالب ها سالها در اونجا بودن با اونا شناخت داره، اینا ادعا میکنن که در افغانستان گروپ های تروریستی است و از جانب افغانستان پاکستان را تهدید میکنه. بنابراین حتما وجود دارد در داخل افغانستان، رو کس مکر شده نمیتونه. اما ای که امارات اسلامی چگونه مبارزه میکنه بدون همه چیز رو که من با شما عرض کردم که تشکیل یک گروه منظم و تربیه شده و پلیس و استخبارات و دیگر نمیتونه که به سادگی با اینا مبارزه بکنه. خب آقای سرور، فکر میگرین که کارکرد 1 سال و 8 ماهی مقامات حاکم در افغانستان در قبال محو حراس افغانان در افغانستان چگونه است؟ فکر میکنین واقعا قناعت جهانی و داخلی در باب حراس افغانی کسب شده یا خیر؟ خب ادعای را که کشورهای خارج میکنن، کشورهای منطقه میکنن، امریکا و اروپا دارن در رابطه با موجودیت تروریسم در افغانستان، این شاید عزیز که کشورهای خارج اینا قانع نیستن. انفجاراتی که در داخل صورت گرفته در ظرف 1 سال و 8 ماه معلوم است که مردم افغانستان هم از این راضی نیستن. اما حکومت امارت اسلامی، دولت امارت اسلامی واقعا تانسته که یک مقدار امنیت نسبی را خلق بکنه. همانطور که آقای سنگزه اشاره کرد،
کسایی که امروز در افغانستان رفتن از بیرون از افغانستان و پس آمدن برگشتن این مسئله رو تایید میکنن که مسافرت از یک ولایت به ولایت دیگر و رفتن به از طریق زمین و غیره بسیار امن‌تر از دورانی است که امریکایی‌ها در افغانستان وجود داشتن. تشکر. اما متاسفانه کافی نبوده تمام. تشکر آقای سرور، به شما دوباره برمیگردیم. آقای شیرزای، ارزگاه کابل و ولایت افغانستان شاهد عملات هستند و مقامات امارت اسلامی هم پیوسته و همواره تاکید میکنند که اجازه استفاده خاک افغانستان بر علیه کشورهای دور و نزدیک را نمیتن. فکر میکنین واقعا که همین حملاتی که در ولایات و همچنان کابل صورت میگیرد در عدم و حضور و گروه های رزافکن پس کار چه کسانی است؟ شیرزاد اجازه بدیم با معذرت ما بفهمی خواهیم از میمونا، ما خلاف نظر میمونا حرف دل مردم افغانستان می خواهیم تذکر بتم. از 19 ماه به این طرف وقتی که ادعا میشه که در افغانستان جنگ ختم شده، ما به این باور هستم که قطعا جنگ ختم نشده، شکل جنگ تغییر کرده. اگر در 20 ماه قبل طالبان در مخالف همو دولت جمهوریت حملات انجام میدادن، اونا آمدن درست یک بخش جنگ کاهش پیدا کرد، اما انفجارات حداقل روزانه ما مردم افغانستان شاهد انفجارات است، شاهد درگیری ها در مناطق مختلف در ساعات رایشی. این مشکلات است که هر روز ملت افغانستان میشنوه میبینه. وقتی که اینجا ادعا میشه که دیگر افغانستان گل گلزار است، یقینا که باز مردم افغانستان از ما نفرت خواهد کرد و مسابقه کارشناسا حرف ما را قبول نمیکنه مردم. اما چی گونه باید این مشکلات ها حل شوه؟ ببینید وقتی که اینجا 23 گروه توریستی باشه، این هر گروه توریستی بین خود اختلافات دارن، اینا همین مناقشات راه اندازی میکنن به خاطر اون اختلافات خودشان. کنترل 23 گروه توریستی از توان طالبان نیست. وقتی که یک قدر تعریف میشه از استخبارات طالبا، اگر طالبا استخباراتش هم قدر قوی می بود، الزوائیری که در کابل بود باید شناسایی میشد، اجازهش نمیدادن. 23 گروه توریستی را حضورشان در افغانستان باید اجازه نمیدادن. کشته شدن ایمن الزواهری در کابل در حد یک ادعا بود، اما مقامات حاکم در افغانستان کشته شدن و حضور ایمن الزواهری را رد کردند. خب وقتی که امریکا ادعا میکنه و همه چیز پخش میکنه، یک ابرقدرت، ناممکن است که دروغ بگه. و اینجا در افغانستان دیگه بی سرپوش شده بود، یک الزواهری نه روزای قبل. خب حالا آقای شیرزایی، پس امریکا چرا در افغانستان به مقامات حاکم افغانستان و بر مردم افغانستان سند و شواهد درست را به خاطر کشته شدن این ایمن الزواهری ارائه نمیکنه؟ شیرزاد صاحب، بدبختانه در افغانستان از امی 20 ماه چی که در 43 سال هر بازی که میشه امریکا یک بازی یا یک روی دوگانه را داره، یک فریبکاری داشته و داره فعلا هم با افغانستان. من پیشتر گفتم اگر چنین است که در اینجا آنقدر مشکلات وجود داره، پس به نام از طرف سازمان ملل هفتوار 40 میلیون دلار چرا این جمعه؟ چرا وقتی که در عراق ادعا شد که سلاح کیمیاوی استعمال شده، اونا لشکرکشی کردن در 20 سال 21 سال قبل وقتی که لشکرکشی کردن، این بار چرا از ملل متحد اینا کمک نمیگیرن، یک اقدام اصولی و اساسی نمیکنن، به یک راه حل منطقی را برای مردم افغانستان پیشکش نمیکنن ملل متحد؟ همه یک بازی استخباراتی است، ناگفته نمانه. حرفی را که باید واضح‌تر بگویم، در افغانستان از 20 ماه به این طرف هر عملی را که صورت میگیره، اگر مدودیت بالای دختران است، اگر آمد پول است، اگر خاموشی سازمان ملل است، هر آن ظلمی که در افغانستان روا و ناروا با مردم افغانستان میشه، همش جز توافقات است که بین طالبان و امریکایی ها امضا شده. این همین خاموشی سازمان ملل خودش جز از توافقات دو هست، همین ارسال پول جز از توافقات دو هست. بدبختانه با مردم افغانستان کسی صادق نیست. اگر طالبان ادعا میکنن که ما صادق هستیم با مردم افغانستان، ما به طالبان پیام میتم که کنترل این همه وضعیت از توان شما نیست. خب آقای شیرزایی، امارات اسلامی همواره گفته که گروه های رزافکن در خاک افغانستان حضور ندارند، اما فعالیتشان هم آنچنانی نیست و همچنان گفتن که کشورهای درجه یک جهان همچنان شاهد رویدادهای ضد امنیتی هستند رازگاه و یک امر معمول است و افغانستان هم همچنان از این امر مستثنا قائل نشده.
خب اینا می پذیریم که انتحار انفجار در هر جا میشه، اما افغانستان از 43 سال به این طرف شکار اینا می دستایز بوده. پرابلم های افغانستان نسبت به یک کشورها یک بر هزار اضافه است. اگر طالبان، ما هم حرف ما تکرار می کنم، انتقاد کردن باعث اصلاح میشه. اگر طالبان توقع دارن یا ارادی از این دارن که به این وطن خدمت کنن، همه موضوعات از توانشان به تنهایی که خودشان فقط در قدرت باشن، افراد خودشان باشن، ناممکن است افغانستانی که با 43 سال چالش بوده اینا کنترل کنه. تمام اقوام جا بتن، متخصصین از هر اقوام جا بتن، یک گردوی قوی، یک قوای مثل قوی را ایجاد کنن به خاطر مقابله با همه چالش ها در افغانستان. سپاسگزارم. با شما دوباره برمیگردیم، اما پیش از آن میان برنامه کوتاه. در ادامه برنامه افغانستان 1400، آقای استرانگزی، میخواییم که به عنوان سوال آخر از شما بپرسم. حالا مبارزه با آرس افغان یکی از بندهای مهم مواد توافقنامه دوحه همچنان است، فکر میکنین که بایدها در باب مبارزه با آرس افغان چی است؟ باید امارت اسلامی چی گام ها را بردارم؟ قبل از جواب سوال شما به قسمت حرفای دوست ما شیرزی، ما باید طرف بکنم که حرف ما و آقای سرور یعنی درست نیست و اینا که در هندوستان تشریف دارن از قلب مردم خبر داره حرفشان درست است. ما در شهر کابل هستیم، ما دروغ میگیم، به راست میگه که در هندوستان است. از کل مردم کابل خبر داره که در چه وضعیت است، چه وضعیت نیست. آمدیم سر از این که بله، یکی از مواد مهم توافقنامه همی است که افغانستان باید با کشور مبدل نشود که در این جلانه های راست افغانی باشه. یک دوم، باید از طریق افغانستان با ممالک همسایه ایراس افغانی صادر نشود. امروز ممالک دنیا به افغانستان احتیاج است. چین امروز به افغانستان احتیاج است. گروه های یوغور در اونجا شما میبینین که در اونجا هستند، گروه هایی که مربوط اسلامگرای چین است. میتونه دولت افغانستان که اونا را تمویل و تسهیل کنه اما نمیکنه. در تاجیکستان میتونن درد سر ایجاد کنن اما نمیکنن. بوز همیشه با پاکستان میتونن، با ایران میتونن. اینا هدفشان همی است که ما به هیچ کشور ما دست درازی نمی کنیم و احترام به تمام ترزیشان داریم. اگر در به کشور ما کسی دست درازی میکنه، طبعا جواب دادن از او باز آسان است. برای اینا ما برتان امیال از این تربین میگم که اینا توانایی هر نوع مداخله را دارن و هر نوع کشور میتونن که از اثر مداخله خود مصدوم بسازه شدیدن، اما نمی کنن. اینا وزارت خارجهشان همیشه میره تاکید کردن که ما حسن همجواری را و عدم اصرار مراعات کردیم و باید جانب مقابل هم با ما همچون رویه را به پیش بگیرن. خب اگر آیستا آیستا در هر نقطه از افغانستان بالای گروه های که قد علم کردن امروز علیه حاکمیت ملی اینا عملیات میکنن، دستگیرش میکنن، از بین ببرنشان، سرکوبش میکنن، طبعا مواد موافقتنامه یکی پای دیگر به اصطلاح تطبیق شده میره و همین است که امو ناباوری هایی که بین کشورهای بزرگ بین همسایه ها و افغانستان است و از بین میره و افغانستان آهسته آهسته مسیر دیپلماتیک دیپلماسی خود را پیدا میکنه. سانگزای خوب، نگرانی های کشورهای جهان چقدر تطابق داره واقعا با وضعیت کنونی در افغانستان؟ آیا شما میپذیرین که 23 گروه حراس افغان در خاک افغانستان حضور دارن؟ هیچی ما در قسمت پذیرش ندارم و هیچی نیست در افغانستان به اصطلاح از اونا که میگن که در اینجا اینقدر گروه هست. بله تخریب کارا هست. مثلا ما چند وقت پیش علاوه بر داعش دیدیم یک بدماش به نام یسیب خواه مرکز بود، میگفتن که در اونجا در پنجشیر تور نام نیست و تور گروه هست و آخرش هم اونو آدم بود فرار کرد رفت. و در اینجا گروه های یعنی نگرانی های کشورهای دور و نزدیک در افغانستان کدام مورد خاص نیست و من به نداره درست؟ کاملا اونا ای را بزرگ نمایی میکنند، کاملا در این قسمت اهداف سیاسی پیاده بسازند. یعنی میخواییم که بگوییم که گروه راس افغان در افغانستان حضور دارند؟ هستن بله، اما به اون پیمانی که اونا میگن اونا دیگه که دارن، اونا به نام از این گروه های راس افغان در اینجا پیاده بسازند. مثلا پاکستان است یک هدف داره، ایران هدف دیگه داره، روس و چین و اینا. اما با اون شکلی که اینا بزرگ نمایی میکنن نیست در اینجا. شما باور بکنین که از روزی که اینا آمدن در صدد یزی هستن که در کجا سر بالا میکنه یک کسی علیه حاکمیت ملی یا علیه کشورهای همسایه که ما او را سرکوب بکنیم. ما روزه میبینیم، از طریق میدیا میبینیم، میشنویم.
تشکر. از طریق مردم میشنویم. تشکر آقای سنگزی. آقای شیرزی، میخوایم از شما به عنوان سوال آخر بپرسم، قسمی که صحبت‌های آقای سنگزی را شما هم شنیدین که گفتن پس از روی کار آمدن امارات اسلامی در افغانستان یک امنیت نسبی در سراسر افغانستان پا بر جا شد و حالا هم کشورهایی که نگرانشان را از وضعیت گروه های از افغان، البته از حضور گروه های از افغان در افغانستان ابراز میکنن، این بزرگ نمایی است. واقعا همچون چیزی است یا خیر؟ شهرزاد صاحب ببینین، یقینا در افغانستان ما گفتم شکل جنگ تغییر کرده. کسایی که در 20 سال عامل همه بزرگی جنگ بود، اونا در قدرت هستند. یقینا که شکل جنگ تغییر کرده، شدتش کاهش یافته، اما به کلی جنگ ختم نشده. سخنان امریکایی و افسران امریکایی بخصوص خلیلزاده که بشنوین و سخنان ذبیح الله مجاهد و متقی را، وقتی که امریکایی‌ها میگن اینجا به داعش هست و داعش بزرگنمایی میکنن به خاطر ایراس افغانی برای کشورهای آسیای میانه و طالبان ادعا میکنن که داعش نیست، خودش سخنان ضد نقیص است. با سخنان خلیلزاده که مردم و دنیا زیادتر به او و اهمیت میده تا سخنان طالبان، اینجا خود با خود کشورهای همسایه دنیا، کشورهای آسیای میانه از موجودیت طالبان در افغانستان اینا ایراس میکنه که خودش یک ظلم است و می حکومت طالبان. اما آنچه که در افغانستان حضور داره، همین فعالیت های گروه های توریستی، همین 23 گروه، حتی اگر به شکل بسیار بزرگش نباشه، به شکل کوچکش، همین شکل کوچکش هم افغانستان با چنین چالش هایی که در 43 سال مواجه بود و حال طالبا با همین امکاناتی که هیچ مشروعیت ملی و بین المللی نانوس کسب نکردن، مهار کردن و کنترل ازی از توان طالبا بالاست. اگر طالبا علاقه دارن یا اراده دارن که همین را کنترل کنن و شکل واقعی به افغانستان خدمت کنن، همین که ادعا میکنن که یک امنیت نسبی که به ادعای خودشان است، همین زیادتر شود و نادی نشود، همین انفجار انتحار آقای شرزایی، باید ها در باب حراس افغانی چست واقعا؟ با مردم باید ها در باب حراس افغانی چست واقعا؟ باید امارات اسلامی چه اقدامات را روی دست بگیرد؟ ببین، اول مشکل خود طالبا با مردم افغانستان حل کنه. هنوز طالبا در 20 ماه مشکل خود با خود مردم افغانستان حل نتونسته. تمام اقوام افغانستان در قدرت سیاسی سهیم نشدن. کادرهای افغانستان هر روز فرار میکنه. اما امارات اسلامی همواره پیوسته گفت آقای شیرزایی که حکومت کنونی افغانستان برخواسته از خواستهای مردم است و همچنان حکومت ایجاد شده در افغانستان مشمول تمامی اقوام است. خب چیزی که ادعا میشه واقعیت چنین نیست. من به میمان میام، اگر من دورم هستم، از جغرافیا اگر دور است، همه دلم از مردم افغانستان دور نیست. هر لحظه شاید از خود که زیادتر من درد و رنج مردم با خبر باشم. چیزی را که طالبا ادعا میکنن چنین نیست، به شکل واقعیشی نیست. باید ببینید، همین چند روز قبل یک تعداد جنرال ها فقط از یک قوم رفتن با سران طالبا دیدار کردن، شمشیر توفه دادن. در اینجا هزاره در بین از جنرال ها هزاره و دیگر اقوام کجا بود؟ تشکر. سپاسگزار حضور مهمانان و شریک در بحث هستم. آقای عزیز سانگزای، آقای مسائل سیاسی، آقای احمد سرور، دیپلمات پیشین و همچنان آقای نثار احمد شیرزای، آقای مسائل سیاسی. از شما بینندگان گرامی هم بابت همراهیتان تکنون سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.